د لوی او غوخن کې خدای په نوم سلامونه او نه کې هلي ونده کوم ګرانو ځکونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او ورځمو په خوشحالی او رمای سره د خپلو د کورنۍ او ترڅنګ پلکړي وي ګرانو ځکونکو زمایوند احمدي بیا هم ستاسو په چوپړ کې يم د نهم ټولګي په او ویشټم لواس کې منګو تاسو د پټي خزانه په حق لګیګو اځو پټه خزانه کې ییکی از کتابهوی تاریخی و خیلی مهمی از زبان ادبیات تاریخ پشتو هست که در ای ارتباط معلوماتی که ما شما به دست میاریم تمامش مربوط به مو تاریخچه یا بیوگرافی یا زندگی نامی شعرا هست و موضوعات تاریخی خیلی مهم را در این پت خزانه گنجانیده هستند پس بریم ایزا ببینیم که درباره پتا خزانه پیش گفتار متن چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم آیا تاسی دمخ د پټی خزانه نوم او یا مو دا کتاب لوسته ای میگه آیا قبلا شما کدام وقت نام کتاب پټه خزانه را شنیدین یا هم کدام وقت شما این کتاب را خواندین حتما ما مطمئن هستم از نام پت خزانه را شنیدین که پت خزانه اصلا اگر به ما معنا بکنیم که به معنای خزانه یا سرمایه پنهان هست که این کتاب را در باری از این قرار از دری متن معلومات بدست بیاریم پختو ژبه یا لرغون ژبه ده زبان پشتو میگه یک زبان قدیمی هست ادب هم دیر دیر لرغونتیا لری و ادبیاتش هم بسیار قدامت داره لبدا مرگا چی ده پختو ربی او ادب دیر لرغونی لیکلی آثار ده زمانی توپانونو لزان سر وریدی اما بدبختانه میگه بسیاری از آثار زبان و ادبیات پشتوره را میگه امو توفانهای زمان با خود برده یعنی در جنگ ها و جنگ های داخلی و جنگ های دیگه یا از بین رفته شده یا هم سختانده شده و از بالاخره به دست ما شما نیست اوس یه دیر بیلگی پلاسکی نلرو که حالا میگه نمونه های زیادش را به دست نداریم د شیرونو سو پخوانی بیلگی چی اوس یه مونگ پلاسکی لرو میگه چند نمونه شیری قدیمی که حالا ما شما به دست داریم په یو ډیر ځخناک ادبی کتاب کې چې پټه خزانه نوميږي خوندې شوې او تر مونګل را رسیدلې دي میګا کې همو نمونایي شیري کې درگذشته ازگذشته‌ها د و با ارزشم بوده إینه میګا در کتاب خېل با ارزشه پټه خزانه میگه جابجا شده و تا به ما شما رسیده په دې لوست کې تاسی ته تا دغه ارزښتناک ادبي کتاب در پیژنو و در این درس ما قرار است که کتاب با ارزش ادبی را برای شما معرفی بکنیم پس بریم ایزو ببینیم که پټه خزانه اثری کی است و کدام موضوعات را داره پټه پتخز... خزانه پښتو ادب یو ل یو لرغون کتاب دی مې یو کتاب قديمي او وزغشتي از زبان ادبیت پښتو اس پټه خزانه چې محمد هوتک په 1230 هجری پیړی 1121 تر 2121 هجری قمري کال په کندهار کې لیکلای دی میگه که این کتاب کادمیرا محمد هوتاغ در دولت سه هجری پیش در کارن 12 هجری شمسی 1141 تا 1142 است در این میگه در کنده را نوشته کرده. لیکوال دغه کتاب د خپل وخت د فرهنګي پالونکي پاچا پاچا شاه حسین هوتک په حکم او غوښتنه تالیف او ترتیب کړی دی میگن نویسنده نظر به خواست فرهنگ دوست پاچای فرهنگ دوست او زمان که شاه حسین هوتک بود به حکم از او و خواسته از او تالیف و ترتیب کرده د پټي خزاني د کتاب قلمي نسخه په 1922 م لوري کال تر لاسه شو تر لاسه شو او د دغه لمخي پختو ټولنې په 1920 م لوري کال د لومړی زل لومړی زل پر چاپ کړ که میگه این کتاب پتا خزانه در سال 1322 نسخه قلمی از به دست آمد که بالاخره نظر و نسخه قلمی که اینا به دست آوردن امو پختو یا سازمان یا جامعه که به ادبیات پشتو کار میکردن یک دفتر یا یک سازمان هست اونا میگه در سال 1323 هجری شمسی این کتاب را به با اولین بار به با نشر رساندن یا چاپ کردن وادر د ما میګنه زکه په ډیر ځخناو کتاب کې محمد هوتګ د یو شمیر شاعرانو او لیکوالو د ژوند پیخیاو د شعر نمونې خوندې کړي دي د دې کتاب بارزش با میګ محمد هوتګ بعضی از اشعار شاعرها و نویسندهای زبان و ادبیات پښتو و حوادث زندگی از یې را در اینجه محفوظ کرده چې په هغه کې د امیرکروړ د ژوند حالت او یو شیر هم شته چې درې یې میګا یو نمونه یې شیر امیر کورود کاولین شاعر زبان و ادبیات پشتو بوده این میگه هم دری وجود داره چه پلا ترلاسه دوی د پختو ادب تاریخی لرغونتیا د دویم هجری پیړی لمړی نیمایی ته رسیگی چه نکته جالب هست ایزا که با استف... پیدا کردن همی شیر امیر کرور که خیلی قدامت داره نظر بایی میگه ایره ما فهمیدیم که تاریخ ادبیات زبان پشتو میگه تا به قرن دوم هجری شمسی و بخش اول یا نیمه اولش میرسه د پټي خزاني لیکوال خپل تعلیف کړی کتاب په دریو برخو ویشلی او هر برخې ته خزانه نوم ورکړی دی میگه نویسنده کتاب پت خزانه در تعلیف کتابش میگه یک کتاب را به سی بخش تقسیم کرده که مثل سی فصل تقسیم کرده که به هر فصلش نام خزانه را مانده که هر کدام و هر بخش از در این جایزه خیلی جالب تشریح کرده که در خزانه اول در فصل اول کدام موضوعات هست ببینیمایزه میگه کې پلمړۍ خزانه کې د پښتو یو شمېر هغه شاعران معرفي شوی چې د لیکوال له وخت څخه دمخه زم... زمانو پوری اړه لري میگه د خزانه اول در فصل اولش میگه ش... نویسنده او یخت تی... دادی شاعرای را درینجا معرفي کرده کې نز... قبل از زندګی همین نویسنده وخت محمد اوتګ زندگی میکرد قبل از زندگی از در گذشته میگه اینا بودن و مربوط از اونمو زمان هستن یعنی قبل از که شاه حسین محمد هوتکی کتاب را نوشته بکنن شاعرایی که قبل از او گذشته بودن نویسنده های که قبل از او گذشته بودن در فصل اول یا خزانه اولی را درباره زندگی از اونا نوشته کرده په هغه کې د بابا هوتاک شیخ ملک یار اسماعیل خرقبون شیخ متي امیر کورود شیخ اسعد سوري خکر خرانډوی ابو محمد هاشم سروانی شیخ تیمان شیخ بستانه بډی شیخ رضی لودی نصر نصر لودی شیخ عیسی مشوانی سلطان بهلول لودی خلیل خان یازی خوشال خان زرغون خان دوست محمد کاکړ عبدالرحمن بابا شیخ محمد صالح او علی سرور لودی نوونه رازی که در این خزانه اول در فصل اول از که در اینجا گفته نام های شاعرایی که در اینجا برتان گرفتم از درباره زندگی از اینا میگه گفته شده و نام های از اینا در فصل اول یا در خزانه اول ذکر شده که تمام این شاعرایی که برای شما نام بردم از تمامش قبل از نوشتن یا زندگی محمد هوتک نویسنده پتخزانه بود حالا بریم ازجا به بخش دوم یا خزانه دوم ما که میگن به دویم خزانه که لیکوال دخپل زمانه یا شمیر لیکوال او شاعران را چې که در زین و نمونه دادی و اما در خزانه دوم ازا میگه امین نویسنده بعضی از شاعرها ها و نویسنده های زمان خودش را به معرفی میگیره که نام بعضی اینا هست از اون نام هایی را که در اینجا قرار از براتون بگیریم اینا خیلی مهم هست که ممکن است در امتحان کنکور از اینا سوال بیاید که در نام, نام, یک شخص را بگیرن و از سوال بکنه که ای در کدام فصل یا خزانی از پرت خزانه نامش ذکر شده و کدام فصل ها را داره که در فصل دوم یا در خزانه دوم نام های ای شایرار است که میگن ملا باز, باز توخی شاوسین هوتک که خودمی شای امو زمان بود ملا زعفران، محمد یونس خان، عبدالقادر خان خطک، ملا محمد صدیق، ملا پیر محمد میاجی، الهیار افریدی، بابوجان بابو جان بابای، ریدی خان مومند، ملا محمد عادل بریس او نور این شاعر است که ها و نویسنده است که در فصل یا خزانه دوم از شاوسین اوتک، محمد هوتک ذکر کرده د کتاب دریمه خزانه کې و بلاخره میایم یعنی به خزانه سوم در خزانه سوم میگه معلف یو شمیر خزینه شاعرانی را پیژندلی یعنی خزانه سوم را خاص بره امو شاعرای خانم زبان و ادبیات پشتو آورده که در اونجا یک تعداد از نامهای ازی خانم هم گرفته که مثل نازو انا که نازو توخی ببخشی نیزا نازو توخی هست حلیمه حافظ هست نیکبخت است بی بی زینب هست زرغونه او رابعه رازی که و رابعه این نام هستند که نام های شاعر ها یا نویسنده های خانم هست که در فصل سوم یا در خزانه سوم پتخزانه آمده است د کتاب په پا پای یا کې محمد هوتک د خپل پلار داود خان هوتک او خپل پیژندګلوی هم راوړی ده و در آخر کتاب میگه محمد هوتک درباره خودش خود را معرفی کرده و درباره پدرش داود خان هوتک هم آورده د پټه خزاني په تر لاسه کېدو د پښتو لیکلي منځومه د دویمه اجرې پیړې نمائیته راسيدلای دی په بعد استاوردن ميږي کتاب پټه خزانه ميګمو به یې فهمېدیم چې تاریخ و ادبیات زبان و ادبیت پښتو کې منظومش هسته او شکل نظم یا تاریخ شعر ادبیت پښتو به قرن دوم هجری شمسي میرسه مو باید دغه ارزښناک ادبی کتاب تر لاسه او مطالعه کړو مو باید ازي کتاب را په دسبیاریم و یې یو بار مطالعه وکونیم چې خپل پخوانی شاعران و پیژنو او دغهوله شیرونو سره آشنا شو که شاعرای قدیمی خود را بشناسیم و بو زندگی ازی شاعرها آشنا شویم و در آخره ز د پټی خزانه په کتاب کې راغلي شعر څخه هغه پوخوالی او قوت پوخوله یا قوت سرګندیږي چې مونږ په زغار د ویله شو چې پښتو شاعری تر هغه د مخه موجوده و میګمو همو پښتوګي شيري کې در وقوت شيري کې دري کتاب پټه خزانه مده میګيره په می وضوحت وښه متونيم کې وایلی شو چې پښتو شايري تر هغه د مخه موجوده و چې شایر شيري پښتو ازو قبل ازو هم موجود بوده چې د پوښوال یا قوت پڑھونه وهلې و که مو قو... مراحل پخته شدن و قوی شدن را سپری کرده او دومره رای پخوالای مونده لوی چی وقت امیر امیر کرور هم ورسره مینه مینلری او په پختو شیر وای و, و به اندازه میگه قوت داشته و پختگی رسیده که امیر یا پادشاه زمان که امیر کرور بود و هم یک شیر در اینجا سروده خب ایزایی هم بود معلومات درباره پت خزانه یادتان نره ایزا معلوماتی را که درباره سی فصل سی خزانه پت خزانه به دست آوردین با کلمات خودتان به زبان پشتو نوشته بکنین دو زمنگ و تاسو نننه لوست ترویت تاسو طول پا لویا بخون که خدای سپارم دو خدای پامان